پاپ بندیکت 16 روز جمعه برای یک دیدار سه روزه عازم لبنان می شود. دیدار وی تحت تدابیر شدید امنیتی خواهد بود. تمام لبنان در وضعیت آماده باش بوده و تمام نیروهای امنیتی برای تضمین امنیت پاپ بسیج شدند و این در حالی است که لبنان در مرکز تنش‌های ناشی از جنگ و ناآرامی‌ها در سوریه قرار دارد. پاپ پس از ورودش به لبنان روز جمعه به کلیسای سن پل هریسا خواهد رفت. وی در آنجا متن پند نامه پاپ که برای همبستگی مسیحیان دنیا تنظیم شده را امضا خواهد کرد. من مطمئن هستم که وی برای جامعه مسیحی و مسیحیان سوریه و همچنین تمام منطقه نگران است. برای همین قسمت مهمی از پیام او برای مسلمانان منطقه و همه حکومت‌ها خواهد بود. اما آیا می توانیم خاورمیانه بدون مسیحیان تصور کنیم؟ نظر شما در این مورد چیست؟ لبنان تنها کشور منطقه است که در آن تکثر مذاهب در قانون اساسی قید شده است. در این کشور 18 جامعه مذهبی متفاوت در کنار یکدیگر زندگی می کنند. مسیحیان 34.9% جمعیت را در بر می گیرند و مسلمانان 64.6% هستند که شمار شیعیان و سنی ها مساوی است. همچنین اکثر رهبران مذهبی از ورود پاپ به لبنان استقبال کردند. ما فکر می‌کنیم این دیدار بر روی اهمیت همزیستی مسلمانان و مسیحیان تأکید خواهد کرد، زیرا می‌تواند بخت این همزیستی را بیشتر کند و به دلیل بیم از تنش در منطقه ما بیش از پیش به این دیدار احتیاج خواهیم داشت. اما همه به غیر از سلفی‌ها یک شاخه تندرو از دین اسلام. ما در لبنان به پاپ خوش آمد نمی گوییم. من به نمایندگی از خود و مسلمانان صحبت می کنم، زیرا او قبلا به دین ما و پیامبر محبوب ما محمد توهین کرده است. هنگامی که او در سخنرانی خود می گوید که اسلام ندای شیطانی است که برای بشریت مضر می باشد و اینکه محمد با زور و جنگ دینش را گسترش داده است. از زمان ملاقات پاپ ژان پل دوم در سال 1997 اتفاقات زیادی در خاورمیانه افتاده و اموری تغییر کرده است، اما این مرتبه انتظار حضور جمعیت زیاد برای استقبال از جانشین وی وجود ندارد.